خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حلبی را، عاشق محمود حلبی، پیر مدری سویلا، میدونن من چه میگم، تو همین یزد شما چقدر منبر رفت مرحوم حلبی، مجتهد امام زمانی حجت ابن الحسنی میبرد برای امام زمان، همه منبراش امام زمانی بود، گریه میکرد مرحوم حلبی که مرحوم کافی شاگرد حلبی بود، مرحوم شبازیان شاگرد حلبی بود، شاگرداش همه میگن ابن الحسن، هر کی تو خط حلبی باشه منبر در بس مال امام زمان، کاری با انگای سیاسی هم نداریم که به این اون میچسبونن. و مرحوم حلبی میگفت یه مرغ، یه بوقلمو، یه مرغ تو خونت باشه، ببین تو رو به خدا کار قصدش هم گریه میکرد، گفت امام زمان منو ببخش، من چیکار کنم، جامعه منو به اینجا رسونده این مثال بزنن، هی میزد تو دنگی، گفت ای وای بر من چه خاکی بزنم که من دست مردم و بی‌تفاوتی مردم که مجبورم این مثال بزنم، یه مرغ، یه بوقلمو تو حیات خونت باشه، یه رو بیای ببینی نیست و احتمال بدی در باز بوده رفت بیرون، تا کجا دنبالش میری بگرد؟ از همسایا بپرسی بوقلمو منو ندیدی؟ مرغ منو ندیدی؟ میای تا سر کوچه از مغازه دارا میپرسی، میگردی کل محل رو که یه مرغ تو پیدا کنی. چند سالته؟ 50 سالته؟ 50 سال امام زمان تو نمیدونی کجاست، کجا دنبالش باشی؟ کی رفتی پرسی به سر فاطمه کجاست؟ چرا دلامون رو دادیم به دنیا، خالی کردیم دلمون از عشق مهدی فاطمه؟ به اندازه یه سند خونت که گم میشه خونه رو زیر رو میکنی، یه چکت گم میشه اگه سفید امضا باشه شب خوابت نمیبره، امام زمان به اندازه یه دست چک قبول بکن، به اندازه یه سند، ای داد بیداد، امام زمان دلش خون ولی خوش بال اونایی که بلند میشن یبنن، روایت داریم جوانای خوب آخر زمان شب که میخوابن با وضو میخوابن رو به قبله میخوابن، اگر بدونن شب برا نماز شب بیدار نمیشن سر شب نماز شبشون رو میخونن، میدونید که جوان میتونه سر شب نماز شب بخونه، میگه آقا من خوابم میبره لیاقت پیدا نمیکنم، بعد نماز مغرب عشاش، قبل 12، بعد از 12، قبلی که بخوابه میگه من میدونم بخوابم نمیتونم یاد برکت بخونم، وای میسه میخونه، بعد رو به قبله میخواد، میگه امام زمان خودم رو به تو سپردم، امام زمان میشه شب دست مبارک تو رو سینم بگذاری، فکرونم بدی منو بیدارم کنی، من یه لحظه جمال تو ببینم، با عشق بازی با حجت ابن حسن میخواده، صبح بلند میشه نماز صبحشو میخونه، زد آشوراشو میخونه، تو نمازش اللهم کن لولی یک میخونه، آقا میده جبونا روایت میدیم هر کس تو نمازش اللهم کن لولی یک بخونه یا حسن دعا فرج بخونه 90 چیز گیرش میاد، سندشو بهتون میگم برید مطالعه کنید، کتاب موعود نامه یا الفبای مهدویت، هر کی درباره امام زمان چیزی میخواد بدونه تمام مطالب ناب رو آقای تونهی در این کتاب جمع کرده، آقای تونهی در کتاب الفبای مهدویت یا موعود نامه، اول همین کتابی که ور میداری 20 صفحه است فقط برای ثواب خوندن دعای فرج که چی گیرت میاد، تا میگه اللهم کن لولی یک دست بالا میکنی، امام زمان هر جا باشه دست بلند میکنه، میگه خدایا به خاطر من مهدی این جوان هر چی میخواد بشه، خدایا ببینی به یاد منه، منم به یاد او هم، خدایا امروز روز خوشی باشه براش، امروز کمکش کن گناه نکنه، صبح که بیدار میشه نمازشو با اللهم کن لولی یک، وقتی از خونه میخواد بره دانشگاه، میخواد بره بیرون، امام زمانی اینطوری هم دم در میگه یا صاحب الزمان من خودم رو به تو سپردم،
آقا خودت میدونی خیابونا چه خبره، آقا خودت میدونی تو این پیاده رو با چه خبره، آقا میدونی زنها امروز تو جامعه دارن چه میکنن، آقا میدونی توی دانشگاه ها چه خبره، آقا خودت میدونی هر کی به باید ایمانش رو حفظ کنه خیلی سخته. آقا من نمیخوام گناه کنم، تو کمکم کن، تو دست منو بگیر. اگر خودتو به امام زمان بسپاره، امام زمان دستو میگیره. بخوای گناه نکنی، امام زمان دستتو میگیره.